بسیاری از رهبران طالبان هنوز هم در پاکستان زندگی می کنند و پاکستان از نتایج مصالحه افغان ها با طالبان سود خواهد بود. ما به مقام های پاکستان گفتیم که آنان مسئولیت دارند تا ایالات متحده امریکا و افغانستان را در کار مبارزه با حراس افغانی کمک کنند و طالبان پاکستانی را نگذارند که از پناهگاه های امنشان در پاکستان و جنگشان در افغانستان ادامه دهند. ده جنگی که همین اکنون در برابر ادامه دارند باید با هماهنگی مشترک نیروهای امریکایی و ارتش پاکستان ادامه پیدا کند این جنگ ایالات متحده امریکا جنگ پاکستان و جنگ افغانستان در برابر بر یک دشمن مشترک است در این جنگ همه ما باید خطرهایی را متحمل شویم و پس از کشتن اسامه بن لادن سربازان ما با خطرهای بیشتری روبرو برو شدند. یک افغانستان با امن و با به سود ایالات متحده امریکا و پاکستان است و با ما باید برای رسیدن به این هدف به گناه مشترک کار نماییم. ما از یک روند افغانی که تلاش می کند طالبان را از شبکه القاعده جدا سازد پشتیبانی بانی می کنیم. و ما این موضوع را به خوبی می دانیم که این روند زمانی به کامیابی می رسد که پاکستان نیز بخشی از این روند مصالحه با طالبان باشد. بسیار زیاد تشکر مهمان عزیز که با ما هستین خب آقای هاشمی حال سفر مقام های امریکایی به اسلام آباد به منظور چی با توجه به الفاظ تند و خارج از الفاظ دیپلماتیک مقام های امریکایی در برابر اسلام آباد به نام خدا و سلام به شما بیننده محترم طبیعتا بعد از مرگ اسامه بن لادن نوعی دقدقه های جدید در از سیاستمداران سیاست مداران آمریکایی شکل گرفته است که باید بونا پاسخ داده بشه و این اگر به صورت روزمره به این مسئله نگاه کنیم طبیعی است که چنین حساسیت های باید شکل, گرفته شکل بگیره و در برابر پاکستان چنین سفرهای صورت بگیره اما او چیزی که... سفر برای یافتن پاسخ این اما سال های امریکایی ها است و یا یک هشدار دیگر برای سلام آباد بیشتر میتونه هشدار باشه و در این حال طلب کردن همکاری بیشتر اما اون چیزی که من میخوام بگم اینجی ایست که باید توجه داشته باشه ما باید به سیاست خارجی کشورها و روابط خارجیشان به صورت فرایند ها نگاه کنیم نه به صورت روزمره او چیزی که در منطقه ما اتفاق افتاد در نه سال گذشته یا ده سال گذشته بود که کشورها نوعی رقابت داشتن در جهت متحد ایالات متحده آمریکا در امر مبارزه با تروریست پاکستانی ها ای این فرایند ای قسطه کردند که در واقع ضعف افغان ها در ایجاد اتحاد با امریکایی ها تانست بهشان کمک کنه شما اگر مثلا فرض کنید که یالات پاکستان در واقع از اسامه بن حمایت کرده و جای داده بهش حتما سیاستمداران پاکستانی گزینه در نظر داشتند که اگر روزی ایالات متحده آمریکا متوجه چنین امری بشه آیا پاسخ محکم به خواهد داد یا نه همچنان برخ هشدارها ها صورت میگیره ولی روابط در همون سطح باقی میمانه به دلیل پیدا نکردن متحدین مطمئن در افغانستان برای ایالات متحده آمریکا پاکستان همچنان نقش اصلی در مبارزه با تروریسم میتونه ایفا کنه هر چند که از طرف ایالات متحده آمریکا انتقادای بر او وارد هست این جبر زمان است که باز هم آمریکا روادار رو میسوزه که خواستار کمک پاکستان شوه این به نظرم بیشتر ضعف ما افغان هاست ضعف ما افغان هاست که در درک فرایندهایی هایی که در منطقه ما جاری است ای که ما نتونیم در واقع درک کنیم که چرا کشورها در اینج حضور دارند و کشورهای دیگر چگونه بازی میکنند این مسئله پاکستانی در واقع منطقه را خوب میشناسن در این حال نیازهایی که ایالات متحده در منطقه را داره به خوبی درک میکنند و بر اساس او درکی که از این فضا دارند رفتارشان انجام می‌دهند. و هنوز میخواین بگویید که هنوز هم کارت سبز در دست پاکستانی ها است طبیعتا طبیعتا چون اگر ما هوشیارانه تر عمل میکردیم در ده سال گذشته شاید بعضی بعد از مرگ بن لادن خیلی هیجان زده شدن که احتمالا روابط به سردی ما بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان به پیش میره درست است هشدارهایی صورت میگیره اما فرایند کلی تغییر چندانی نمیکنه آ تشکر خب آقای بیژن دو مقام آمریکایی به سلام آباد آمدن میخوان باز هم قسم کمرای یا آقای هاشمی قبلا مطرح کردم میخوان هشدار بدن به سلام آباد و بگوین که اونا در کارشان و این هشدارهایشان جدی هستند و یا میخواین رابطشان با, با سرمباد بار دیگر ترمیم کنند بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام به شما و بینندگان عزیز تلو نیوز ببینین عرض مختصرم خدمت شما است که ما گای از کنار مسائل بسیار جدی بسیار زیاد سطحی عبور میکنیم آنچه مباحثات در میور قدرت های بزرگ جهان میچرخه ما باید اعتقاد و باور به این ای داشته باشیم که اونها مثل دولت مردای افغانستان گیچ نیستن اونها استراتژی و برنامه شانه حتی به حساب زمان تعیین میکنن دقیقا قدرت جهان که امریکا باشه در آل وارد فاز جدیدی از سیاست شده ما به یقین کامل به شما میگم بارها گفتیم یک بار دیگه میگم این سیاست عاشقی نیست این سیاست معادله ریاضی واری از دو جمع دو چار میشه پاکستان دیگه در معادلات سیاسی آینده برای امریکا با پنسل نوشته نشده پاکستان دیگه از این برنامه ها حذف شده پس این سخنان هیلری کلینتون و خواستن کمک از پاکستان و یا دادن نقش اساسی با پاکستان در گفتگوی سال و معنای چی است نه ببینین همه قضاوت ها بر مبنای آنچه در کنفرانس های مطبوعاتی بیان میشه رازها و نزاکت های دیپلماتیک ایجاب میکنه حرف های گفته ولی حرف این حرف ها حرف اول نیست حرف اول همیشه نگفته و او در تحلیل بر میشه شما وقتی از کرکتر مایک مولن و وزیر خارجه امریکا دقیق میشین و سخنانش ارزیابی میکنین دقیقا پاکستان متوجه میسازه که روزهای تجزیه پاکستان نزدیکتر شده وقتی میگه که اسناد از خانه اسامه بن لادن به دست آمده که نشان میده که دولت پاکستان با اسامه بن لادن قرار بود قراردادی را عقد بکنه اینها همه حوشدارهای بسیار جدی های بسیار خطرناک برای دولت مردان پاکستان از یک طرف و برای آنهایی که حداقل پاکستان چشم برای این است که دستش بگیره مثل چین یا مثل روسیه برای اونها است ما دقیقا این سفر در اینجا خلاصه نمیدانم مطمئن هستم که اقدامات در پیوند با این سفر وجود خواهد داشت که بیشتر چی اقدامات؟ بیشتر پاکستان رسوا بسازه و به اصطلاح چلوصاف عذاب بکشه حال رسوایی بیشتر از این کرده وجود داره که در یک محله نیمه نظامی پاکستان بن لادن کشته میشه و انتخاط های متوجه پاکستان میباشه بس چی رسوایی دیگر وجود داره؟ ما نباید بسیار زیاد متمرکز سر اسامه بن لادن شد برای که شبکه یا سازمان القایده این یک فرد نبود این یک تشکیلات بسیار مدرن، یک تشکیلات بسیار مجعز، یک تشکیلات بسیار مکمل بود. این تشکیلات هنوز از جغرافیای پاکستان جهان تروریسم رهبری میکنند. من یقین کامل دارم که ده سالی را که آمریکا به اصطلاح عام اوصله میکنه به این مرحله رسید که آلی برای متحدینش یک پاسخ انگیزنده داشته باشه تا این متحدین در تحقق برنامه ها امریکا را برای آینده یاری بکنند حال در برابر حلقات دیگر القایده امریکا چی خواهد کرد؟ از عملی که در برابر اسامه کار گرفتن تکرار خواهد شد و یا راه دیگری را در پیش فعلا پر به دست امریکاست. امریکا است امریکا هیچ چاره دیگر نداره برای اینکه هنوز تردیدها در ازان بشریت پای نسبت به اسامه و نسبت به قصر سفید یا استخبارات امریکا اگر امریکا وارد مرحله بعدی این بازی به صورت علنی نشه و در جهت سرکوب آدرس های بعدی مرتبط به القایده دستاوردا و همایش را به نمایش نگذاره شما مطمئن باشین که اون ادعایی که برخی از رقیبای امریکا مبنی بر اینکه که اسامه یکی از موره های شبکه سیایه هست در منطقه او پس دوباره جان خواهد گرفت ما بسیار متاسف هستم که یگان شب از کنکاش می بینم برخی از چهره هایی که هیچ انتظارش نمیره چنان از پاکستان حمایت میکنه در جهت ابقای پاکستان در منطقه مثلی که گویا هیچ افغان نباشه سیاست ها دیگه عاطفی نیست این سیاست های ایدئولوژیکی نیست این سیاست ها همانطور که پیشتر عرض کردم بر مبنای معادلات بسیار منظم حرکت میکنه و در این هیچ چیز شوخی نداره هیچ شوخی وجود نداره و چیزی که اتفاق میفته او حقیقت قطعی میباشه آقا آقای حال میشه از تجزیه پاکستان در رابطه با سفر مقام های امریکایی به اسلام آباد سخن گفت ببینید یکم با واقعیت با آمار بحث کنیم اگر ایالات متحده آمریکا خواست باشه به پاکستان حمله کنه به خاطر اشتباهی که در حمایت از بن انجام داده 170 میلیون نفوس افراد گرایی که در پاکستان وجود داره از افغانستان بسیار قوی تر است بمب اتمی که در واقع سلاح هسته‌ای که در پاکستان است به امکان داره در دست افراد گرایان بیفته تمام از اینا هزینه حمله به پاکستان بیشتر میکنه ببینید در خود افغانستان که ما با سی میلیون نفوس مواجه هستیم ایالات متحده آمریکا امروز مشکل داره تا امنیتی ایجاد کنه چی برسه که شما به کشور کشور 170 میلیونی که در افراط گرای از افغانستان است خواست باشین چنین مشکل افغانستان ریشه به کجا داره طبیعتا اگر بحث در واقع ناامنی در افغانستان پیش بکشیم بخش از این ناامنی و وجود افرادگرایی گرایی به ام مسائل داخلی که او سر جای خودش میتونه بس بشه بخشی از این مشکلات ارتباط میگیره به نظام منطقوی که جنوب آسیاس ما در واقع واقع شدیم و بخشی هم در واقع است که غرب در افغانستان کل یک پارچه نیست در هر سطح شما میتونید بحث پیش بکشید اما ما در دو سطح منطقوی و بین المللی میخوایم بحث کنم خب طبیعتا افغانستان کشوری است که اگر پاکستان در اون نفوذ داشته باشه تسلط داشته باشه میتونه رقابتش به خاطر تسلط بر افغانستان با هندوستان ادامه بده همون قسمی که در 60 70 سال گذشته ادامه داده این یک دلیل عمده ناامنی در افغانستان میتونه باشه دلیلش اگر در سطح بین المللی خواسته باشیم بس کنیم غرب در افغانستان یک کل یک پارچه نیست دو کشور عمده بازیگر ایالات متحده آمریکا و انگلستان ایالات متحده آمریکا بر اساس یک تفکری وارد افغانستان میشد که میخواد نظام عوض کنه از او فضای سنتی تفاوت خواد... میان اهداف بریتانیا و آمریکا چی است چی میخواد در این نکته وجود داره که بریتانیا بیشتر بر در واقع نظام های سنتی در افغانستان تسلط داره همون قسمی که در منطقه جنوب آسیا چنین تسلطی را از گذشته دیشته به عنوان استعمار پیر طبیعتا از تحول در افغانستان انگلستان میتونه ترس داشته باشه که تسلط دیگه نمیتونه بر این نظام ایجاد کنه اما برعکس ایالات متحده آمریکا خواستار یک تحول است چنین تحولی میتونه همراهی نخبگان سیاسی افغانستان با آمریکا بیشتر کنه یک تحول مثبت و بسود افغان ها تحولی که نماد شما میتونه دموکراسی نام بگیره تحولی که شما در او افکار مدرن وارد جامعه میکنید اما انگلستان به خاطر تسلط سنتی که در منطقه وجود داره بیشتر با نظام های سنتی میتونه کار کنه این نظام سنتی چی در پاکستان باشه چی در افغانستان طبیعتا در چنین فضای ما چیزی که قرب می یک کل یک پارچه نمیشه اهداف مختلف دنبال میکنن و در این اه اهداف مختلف ممکنه نامنی هم در افغانستان گسترش پیدا آقای هاشمی حال مقام های امریکایی میان در اسلام آباد و میگن که هنوز هم تعداد از رهبران طالبان در پاکستان زندگی از هو و از حمایت های برخوردار هستند در پاکستان و از پاکستان میخواهد که مانعی فعالیت از اینا شوند در خاک پاکستان که اینا نتونند دیگر نبردشان در پاکستان در افغانستان ادامه ده با چونین الفاظ امریکایی ها بدنبال چی از و چی اشتراک بیشتر پاکستان در امر مبارزه با تروریسم. وقتی که میگه از پاکستان میخواهد اون نمیگه ما چنین افراد گرایی ما در پاکستان از بین میبریم از دولت پاکستان میخواهد و در عین حال با چنین الفاظ دارد با حاکمیت پاکستان هم احترام میذاره شاید الفاظ در حالت اول شما احساس کنین که نتوند است ولی طبیعی است اختلافی که ما بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا بروز, در بروز کرده اگر ایالات متحده آمریکا در منطقه متحد مطمئن پیدا میکرد این الفاظ بیشکل هم نبود بسیار شدیدتر از این بود و حتی نقض حاکمیت پاکستان را هم به دنبال داشت در حالی که انتقاد جدی وجود داره از عمل کرده حکومت پاکستان در کار مبارزه با هر اسفگانی پس بار دیگه کمک خواستن به معنای چی است ببینید انتقاد وجود داره اختلاف ما بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان وجود داره اما این اشتباهی که پاکستان انجام داده جرمی که انجام داده هزینه بو اندازه نخواهد دیش. که ما افغان ها انتظار دیشه باشیم که ایالات متحده آمریکا بر پاکستان حمله کنه چنین چیزی نیست در واقع بدون پاکستان ایالات متحده آمریکا احساس میکنه که نمیتونه مبارزه با تروریسم به پیش ببره یک قسمت از این برمیگرده به زیرکی پاکستانیا قسمت عمده دیگرش به نظرم ضعف ما افغان هاست. در درک شرایطی که داریم اینکه به چه ما بتونیم از این شرایط استفاده کنیم پاکستان به گونه جدی در برابر بخویای القاعده و افراطیون برخورد خواهد کرد؟ ببینید برای ایالات متحده آمریکا اصل اساسی خارج نشدن ناامنی از منطقه جنوب آسیا است باید. که منافع ایالات متحده آمریکا در سطح نظام بین و در سطح منطقه تهدید نکنه حالا اگر نام از طالبان میگیریم طالبان بخشش در واقع با حمایت پاکستان رشد کرده و برای ایالات متحده آمریکا خیلی تفاوت نمیکنه که طالبان در افغانستان باشند یا کدام شخص دیگری مسئله اساسی است که ناامنی از مرزهای افغانستان خارج نشه اگر پاکستان چنین تضمینی رو بتونه بده در واقع بیالات متحده آمریکا که تا امروز به پیش بردی این مسئله که نامنی از مرزهای افغانستان خارج نمیشه و اجازه بدن که ما نفوذمون در افغانستان دیشته باشیم به خواست ملت افغانستان رو به نحوه بیان کنه که چنین خواستی هم هست که تا امروز موفق بوده در چنین شرایطی اتفاق خاصی نیفتاده پاکستان همچنان متحد متحده ایالات متحده آمریکا در امریس به نام مبارزه با تروریسم در حالی که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه در ابعاد اقتصادی سیاسی و نظامی هند خواهد اگر چنین امتیاز را آمریکا قائل شود به با پاکستان نقش حکومت دولت و مردم افغانستان چی از دیدستان ببینید وقتی میگن دموکراسی ما آمدیم افکارمانه در ده سال گذشته قسمی بیان کردیم که ما در واقع خواهان تحول نیستیم خیلی از ما ها. ما آمدیم به بی قسم بیان کردیم افکارمانه خب طبیعتاً این همون است دیگه اگر جامعه خواهان تحول است پس باید بیه نظامهای سنتی رد کنه اما افکار عامه و بسیار از نخبگان سیاسی فکری جامعه افکار تایید میکنن رفتارهای تایید میکنن که در واقع تایید کننده خواست های پاکستان در افغانستان است من فکر میکنم هر ملت خودش هست که تغییری ایجاد میکنه نه که دیگران برش تغییر بیارن ملت ما در ده سال گذشته فرصت دیش که از چنین فضای استفاده کنه اما متاسفانه نخبگان سیاسی ما و نخبگان فکری ما در خیلی از حوزه قسم بحث میکنن یا افکار ارائه میدن که دنیای بیرون برداشت سنتی تر از ما میکنه نتیجتا تحولی صورت نمیگیره و دوباره همو افکار و اشخاص گذشته در همین جامعه حاکم میشن خب آقای بجن حال در همکاری پاکستان در کار مبارزه با هر افغانی شک وجود داره بارها هم حکومت افغانستان و هم غرب در رابطه نظریاتشون ابراز کرده حال با شبکه‌ای که گاهی اسپانیا و گاهی نیویورک و گاهی مومبئی و گاهی ترکیه مورد هدف قرار میده آمریکا چی خواهد کرد در خاک پاکستان و یک مکس بسیار کوتا بر ای که پاکستان در منطقه تنها کشوری بوده که از مدرک های بسیار یعنی قانونی یا از مدرک های خوب صاحب پول و پیسه نشده پاکستان همیشه عامل بحران بوده در منطقه و این بحران فقط و فقط وسیله پولدار شدن خودش پنداشته چنانچه شما در جریان بحران در این منطقه مخصوصا در افغانستان منافعی را که پاکستان برداشته این بر همگان معلوم است و تا مکنون که میگره نکته دیگه که بسیار لازمی میدانم ای که سه دهه بحران در افغانستان یک طرف فقر فقر عمومی جانب دیگه استبداد که همیشه حاکمیت ها در اینجا متاسفانه حاکمیت های استبدادی بود این همه شرایط برای سربازگیری شبکه ها یا نهادهای های استخباراتی منطقه و جهان معیا ساخت و در این میان شبکه استخبارات آیسای بیشترین منفعت تانست از افغانستان برداره این به این معنا سوال پیشترتان که کارت سبز بله هنوز در دست پاکستان است با او تسلطی که متاسفانه و متاسفانه پاکستان در این کشور داره هم در میان ریشکلای ما هم در میان لونگیدارای ما این حقایقی است متاسفانه که ما دیگه باید را برملا بسازیم موضوعی که پاکستانی ها برایش بسیار زیاد به دقت تلاش میکنن اعاده موقفشان است برای امریکا از چی راهی میتونن این کار انجام دهن؟ در حالی که همه چانس ها دیگه از دست داده وقتی امریکا برای رفتن به فاز بعدی استراتژیش با قدرت بالاتر از پاکستان در سطح منطقه عقد قرار داد میکنه یعنی هندوستان دیگه ای به تمام معنا برای پاکستان زنگ خطر می نوازه وقتی لویدریستیز پاکستان ما شما شنیدیم چند قبل از تجزیه پاکستان اطلاع میته برای مردم پاکستان یا برای دولت پاکستان معنیشی هست است که پاکستانی ها هم دیگه موقعیت خود ما وقتی پاکستانی ها میگم تصیب باید شو هدف من دولت پاکستان است مردم پاکستان با ما برادر هستند قابل حرمت هستند و هر حالت این تلاش ها به جایی نمی اما امریکا در اینجا یک مکلفیت داره مکلفیتش است که با همه متحدینش همه اسناد و مدارکی را که استخبارات امریکا در طول این مدت جمع کرده بود و گویا در آخرین منطقه که اسامه کشته میشه اسناد را بدست آورد باید روی تحلیل حرکت بکنه و متحدین خود باورمند بسازه برای ای که خطر تروریسم بین المللی برای کل کره زمین یکسان است ما اینا را سرکوب میکنیم اما یک چیز نباید نادیده گرفت که در بحث منافع قدرت های بزرگ هم بین خود می جنگن چنانچه ما شما در تجربه چند روز در... خب در, حال که امریکا با هندستان کنار آمده برخوردش با پاکستان چی خواهد بود؟ چی میکنه امریکا؟ ما فکر میکنم که امریکا دیگر رغبت برای پاکستان نشان نمیده این تعدیدات تا زمان بالای پاکستان از جانب امریکا ادامه خواهد داشت تا اون پول های بسیار گذافی را که پاکستانی ها برای در, در پیوند با یک تعهد از امریکایی ها اخذ کردن پاسخ او را یا گزارش او را برای امریکا و متحدینش بته که متاسفانه این قسمت ای چانسان پاکستان از دست داره اما حال مایک مولن امروز در سفرش به اسلام از ادامه کمک مالی امریکا به با اسلام سخن گفت ما بازم تاکید میکنم آن چی که ظاهرا ارزه میشه در این چنین آلات این بس های دیپلماتیک و قواعد و اصول هایی است که ولی حقایق و هیچ عنوان شما صفحه اینترنت وقتی باز میکنین همه تحلیل ها در جهت ای است که امریکا آخرین زنگ در این سفر برای دولت پاکستان نواخت دقیقا بحث سلاح اتمی در پاکستان حضور بسیار گسترده و فعال گروه های در پاکستان و تعدید منطقه مخصوصا هندوستان یکی از ماده های قرارداد بین امریکا و هندوستان دقیقا کار مشترک برای جلوگیری از کاهش نفوذ گروه های در خاک هندوستان است اینها مسائلی هستند که ممکن است سفرهای دیگه هم در پیوند با خود داشته باشه ولی پیش بینی پیش بینی ما این است که اقدامات عملی برای سرکوب در جغرافیا پاکستان اقدامات عملی داخل شدن به خاک پاکستان است دقیقاً باید یعنی منطق می میگه دقیقاً اینا باید در این روزها اقداماتی داشته باشند تا جهان مطمئن شود فعلا امریکا دچار شک و تردید است در نزد جامعه جهانی با این همه امکاناتی که داشته در طول مدت ده سال نه تنها چیزی کاهش پیدا نکرد یعنی به عنوان مصیبت همه چیز افزایش داشته اینجا خواه امریکا باید پاسخ به با تبرای متحدینش مخصن حالا یک نکته دیگر هم میخواستم در پیوند با صحبت های جناب آشیمی عرض بکنم هیچگاه ما فریب ای را نخوریم که نیت و اراده آمریکا یا قدرت کنونی جهان برای آوردن صلح و ثبات از در افغانستان هر زمان ما میتونیم باور پیدا بکنیم که اولی سوال کسی پاسخ بگوید که صلح برای چیه یعنی صلح چی نفع برای امریکا تشکر. داره تشکر تشکر آقای بیننده عزیز پس از یک وقفه کوتاه بحث ما را ادامه خواهیم داد به ادامه برنامه ما خوش آمدید خب آقای هاشمی حال موضوعات را که آقای بیژن مطرح کردن که در نهایت آمریکا در خاک پاکستان حمله خواهد کرد و داخل خواهد شد آیا چونین این چیز ممکن است؟ ببینید چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد در ده سال گذشته بس مبارزه با تروریست بوده است خب در چنین فضای ایالات متحده آمریکا موفق نبوده است حال چگونه امکان داره که با این حجم یا هزینه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان داده بیا کشور وارد بشه که این کشور در واقع چندین برابر افغانستان هزینه در برخوردش حمله بود پس از دید شما آقای هاشمی چی راه دیگر وجود دارد؟ و جز از حمله حال هر گونه فشار سیاسی و فشار سیاسی را بر اسلام وارد کرد جامعه جهانی به ویژه آمریکا. هنوز بله. هم بله. از حمایت از گروه های شورشی و هراس افغان در خاک پاکستان سخن گفته میشه م... پس راه دیگره؟ من اشاره میکنم به اینکه شما در ده سال گذشته کدام جمله یا در واقع عبارت از نخبگان سیاسی پاکستان شنیدید که در واقع نشان بده که پاکستانی ها همراهی در مبارزه با تروریست ندارن هرچند که ما با... در, در... ما ها از دیدگاه ما افغان وقتی که به مسئله نگاه میکنیم ما یک دیدگاه کاملا افغانی به مسئله داریم هر افغانی باورش بر که پاکستان در افغانستان مداخله میکنه یک گپ طبیعی که ما افغان ها داریم آیا نیست اما این از دیدگاه یک فرد افغان است اما از زاویه دیدی اگر آمریکا وقتی شما به قضیه نگاه کنید برای ایالات متحده آمریکا خیلی اهمیت نداره که دموکراسی در افغانستان پیاده بشه یا نه پس از, از خواست های پاکستان از حکومت افغانستان و سپردن از طرف نخست وزیر پاکستان به ریاست جمهوری به معنای چی است؟ ای به, به مفهوم نفوذ پاکستان در افغانستان است. اگر نفوز از دی... خودش مداخله نیست؟ خب نفوذ پاکستان در افغانستان آیا این تهدید کننده منافع ایالات متحده آمریکا هست یا نه؟ این سوالی است که باید جواب بشه. از دید یک آمریکایی خیلی تفاوت نمیکنه که پاکستان در منطقه مسلط باشه یا افغانستان از پاکستان مستقل بشه. چون ما داریم از زاویه دید یک افغان به مسئله نگاه میکنیم با همو در واقع غرورمان داریم به مسئله نگاه میکنیم اما واقعیت است که پاکستانیا نقششان خصوصا نخبگان سیاسیشان در ده سال گذشته به قسم پیش بردن که ایالات متحده آمریکا در مسئله مبارزه با تروریست در افغانستان به همکاری پاکستانیا نیاز داره در عین حال هیچگاه نخبگان سیاسی پاکستان جمله یا عبارت بیان نکردند که ایالات متحده آمریکا خواسته باشه سیاست خارجیش تغییر اساسی بده پاکستانی هیچ وقت نگفتن که ما در مبارزه با تروریسم با شما همکاری نمی کنیم اما رفتارشان چیز دیگر است که ما دیده ما افغان ها من مشخص اما است. غربی ها هم میگن که حلقات حامی هراس بله. افغانی و طالبان در داخل پاکستان وجود بله. داره. بله حال سوالی که اینجا پیش بله. می آید آیا ما افغان ها میتونیم متحدین مطمئن برای ایالات متحده آمریکا باشیم در امر مبارزه با تروریسم یا خیر نخبگان سیاسی ما در خیلی از بحث هایشان ایر اعلان کردن که چنین چیزی نیست حال آمریکا به خاطر امی ضرورتش با چنین یک سیاست نرم در برابر پاکستان تا چه زمان میتونه ادامه بده ببینید شما وقتی که بحث تروریسم پیش میکشین در این بحث تروریست طالبان کجا جایگاهشان هست اگر بس فقط طالبان است طالبان خیلی بری باور هستن که پاکستان ایجاد کرد تا در افغانستان نفوذ داشته باشه اما بس القاعده بس جدا است پاکستانی ها نخبگان سیاسیشان در واقع در امر مبارزه با تروریسم میگن این بخشی از افکار جامعه ماست که خود دولت ما هم هم داره تلاش میکنه او را از بین ببره اما دستگاه های استخباراتیشون قسم دیگه رفتار چیزی که اتفاق میفته است که در واقع ایالات متحده آمریکا در دهه آینده نیاز به پاکستان داره تا در واقع تروریست از منطقه خارج نشه یا افکار افراتیک گرایانه در این حال پاکستانی هم نمیخوان افراد تا نهایت از بین بورند چون این وسیلی است که ارتباط پاکستان با غرب تامین میکنه اگر آمریکا میخواهد تروریسم از پاکستان خارج نشه توسط کدام وسیله آمریکا میخواهد نابود بسازه تروریسم توسط خود حکومت پاکستان خب، ببینید اگر شما فرض بری بگیرین که افرادگرایی کلان در این منطقه از بین بره آیا ضرورتی به وجود پاکستان به عنوان متحد در امر مبارزه با تروریسم باقی میمانه یا خیر چنین چیزی نیست اگر چنین اتفاق بیفته پاکستانیا نمیخواد چنین کاری را انجام بدن کاملا فقط پاکستان تا ختم مشکل تروریسم یک همکار نزدیک به آمریکا خواهد طبیعتاً چیزی که در منطقه ما در دو سده ای آینده اتفاق خواهد افتاد است که و در حال اتفاق افتادن است است که هندوستان داره تبدیل میشه به هژمون منطقوی در سطح منطقه جنوب آسیا که طبیعتا نقش پاکستان کم رنگ میکنه خب آقای هاشمی حال اگر اسامه بن لادن واجب القتل است پس میزبان و حامی گیرهبر القاعده مستوجب کدام مجازات باید باشه اسنادی که ما ببینید بس در مورد اسامه بن لادن چون بحث استخباراتی من اطلاع ندارم نمیتونم تکمیل کنم برایتون که بگم چه چیزی هست ولی نخبگان سیاسی پاکستان ادعا نکردن که ما همکار بن بودیم بن در پاکستان وجود داشت اما در یک شهرک نیمه نظامی و در چند خب کیلومتری بحث است که بحث در واقع یک استاد دانشگاه نمیتونه پاسخ بده خب چیزی که در واقع اینجی وجود داره به نظر من که درک و هاست که بر مبنای همون باید رفتار بشه من فکر نمیکنم یک شخص وجود یک شخص یا مرگ یک شخص تغییر دهنده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در سطح کلان در منطقه باشه او چیزی که برای ما افغان ها به نظر با ضرورتش فهمش ضرورت داشته باشه درکی فرایند هاست او چیزی که داره اتفاق میفته است که ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم نیاز به یک شریک داشت ما در ده سال گذشته نتونستیم پاسخ صحیح بدیم خب حال آقای هاشمی با گذشت با توجه به سیاست های گذشته پاکستان آنچه که سیاست درویه گفته شده حال پاکستان با توجه به فشارهای آمریکا و انتخابهایی هایی که وجود دارد از چگونه یک سیاست کار خواهد گرفت اه اه چیزی که به نظر من میتونه اتفاق بفته است که در ایالات متحده آمریکا با مرگ بن لادن خواست پاسخ دشته باشه برای ملت خودش و خروجی آبرومندانه از افغانستان در این حال درک منافع پاکستان در افغانستان و اویست که پاکستانی خواهان نفوذ در افغانستان هستند که با آمدن افراد سنتی و طالبان ای تأمین میشه اما ایالات متحده آمریکا در دو دهه ای آینده به رشد بیشتر روابطش با هندوستان ادامه میده و این رشد روابط به کمرنگ تر شدن نقش پاکستان در منطقه منجر میشه من فکر میکنم او چیزی که برای ما افغان ها اتفاق میفته باورم برای است که ما شاید یک نسل اتفاقی که میتونست بفته که افغانستان تبدیل به یک کشور مستقل بشه با اشتباهاتی که در ده سال گذشته انجام دادیم نفوذ پاکستان در افغانستان کم کردنش یک نسل به عقب انداختیم تا در دو دهه ای آینده ما بتونیم با تحولاتی که در جنوب آسیا صورت میگیره از این فضا خارج بشیم اما در این حال باید بیه اشاره کرد که نخبگان سیاسی پاکستان و فکری پاکستان در واقع بیکار نمی نشینند اونا به دنبال از این هستن که راههای بیشتری بیشتر در نفوذ در افغانستان پیدا کنند ما یک فرصت تاریخی داشتیم که میتونستیم از او استفاده کنیم ولی چنین چیزی اتفاق نفتاد و با باز ما باید منتظری باشیم که فرایندها ها در جنوب آسیا که به همین قسمی که داره پیش میره تا چی حد میتونه به نسل نوین در افغانستان کمک کنه تا یک کشور مستقل بسازه حال سیاست پاکستان تغییر خواهد کرد و یا نه در کدام حوزه در رابطه با همکاریش با آمریکا؟ پاکستانی ها برای جبران اشتباهی که کردن در واقع میخواهند خودشان نزدیکتر با آمریکا نشان بدن و شاید فعالیت های شدیدتر اردویشان در مناطق قبایلی انجام بده اما او چیزی که اتفاق میفته به نظر پاکستان خواهان از بین رفتن کامل افرادگرایی نیست پاکستان میخواهد که رابطه که تنها در واقع رابطه راهبردی که تنها امر مبارزه با تروریست است که پیوند با آمریکا نگاه میداره حفظ کنه و برای حفظ این رابطه شما نیاز دارید که تروریسم وجود داشته باشه اما نه حدی که منافع ایالات متحده آمریکا کامل بتونه تحقیق کنه حال کنه. چگونه یک سیاست میتونه پاکستان و اسلام و وادار بسته که اینا در پی نابودی کامل افرادگرایی و توریسم در پاکستان براین اگر چنین کاری صورت بگیره بیشترم گفتم در واقع پاکستانیا برگ برندهشون از دست میدن که رابطهشون با غرب حفظ بشه چنین کار زمانی میتونه صورت بگیره که جامعه مدنی یا در واقع نخبگان غیر نظامی پاکستان به این نتیجه برسند که امکان رقابت با هندوستان در منطقه وجود نداره و این تلف کردن هزینه و انرژی پاکستان است در رقابت با هندوستان در چون این شرایط پاکستانی ها شاید اولویت هایشان در منطقه که زیست میکنند دیگه امنیتی و سیاسی تعریف نکنند در واقع اولویت هایشان اقتصادی تعریف کنند که انکشاف پاکستان در همکاری با کشورهای منطقه و غرب در واقع راهبرد اصلی از اونا بشه در چنین فضای امکان پذیر است به شرطی که پاکستانیا تسلط هند در منطقه قبول کند در چنین شرایط مبارزه با تروریسم جدی تر خواهد شد خب آقای بژن حال پاکستان به با چگونه یک سیاست نیاز داره و چه چی چیز میتون از ادامه سیاست دوگانه پاکستان در برابر امریکا و افغانستان نجات پیدا کنه <applause> 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 حال تقریبا از وضعیت دوگانه بودن سیاست پاکستان بیرون شده پس از حادثه که او منجر به کشته شدن اسامه شد شما تلاش های بسیار جدی و پیگیر دولت مردای پاکستان متوجه بودین که به هر طرف دست و پاچه دست منداختن چین رفت... چین رفتن روسیه رفتن اینها همه نشان دهنده ای است که پاکستان چون پاسخ نهایی و قطعی خود دریافت کرده فقط و فقط با همه امو نیرنگ ها و تجربه و قسمت پروژه هایی که برای حفظ بحران یا کشاندن بحران از یک سمت به سمت دیگه در اختیار داره برای خودش لابی های جدیدی را در منطقه پیدا بکنه که خوشبختانه هنوز این تلاش هم بسیار آنچنانی نتیجه نداد قسمت دیگه عرض موضوع شما ای است که دولت افغانستان به فرض مثال فساد فرا گرفته و تعلیل ما این است که زمانت ابقای این دولت این قدرت سیاسی موجود زیر ریاست آقای کرزی مربوط به فساد میشه یعنی اگر فساد از بدنی از این نظام از بین میره این دولت دیگه وجود نداره درست است؟ به همین شکل سلامتی آمریکا در منطقه بستگی به موجودیت گروه های تروریستی داره چون انوانه که آمریکا را در این قسمتی از اهدافش سوق داده امی است تروریسم است در منطقه حالی اگر این عنوان هم گرفته شود پس امریکا در اینجا دیگه فکر میکنم مضمون برای بود و باش نمیتونه بیان بکنه بر مبارزه ی امریکا در برابر حراس شما شک دارید؟ کاملا و مطلقا چی ببینین امریکا کشور قدرتمند جهان است برای خودش اهداف استراتژیک داره این اهداف فاکتورهای گوناگون داره یکی از او تاکتیک هایی است که شامل این برنامه است ما میخوایم به لحاظ تجربی برای شما بگویم آمریکا در رأس رهبری قوای ناتو در افغانستان حضور پیدا کرد حداقل دو یا سه فاکتوری که عامل انتشار ناامنی میشه در افغانستان امی ما شما میدانیم یعنی حتی حتی مردم عام افغانستان میدانه در طول مدت ده سال آیا اگر اراده برای آوردن صلح یا ثبات در افغانستان بود پرداختن با او فاکتورها بسیار هزینه بزرگم هم نمیخواست حال اگر از دید شما اراده برای نابودی هر اصفهانی وجود نداره از طرف امریکا پس چرا امریکا میخواه یک همکار بسیار نزدیک شه پاکستان از دست بده اراده ببینیم این و این یک جزی از ببقید. اهداف استراتژیک امریکا است کل هدفی نیست در از دست دادن امریک... پاکستان چی هدف نهفته امریکا اهداف بزرگ و استراتژیکی را در منطقه دنبال میکنه که هنوز به اون نرسیده من دو سه بار تاکید کردم بب. که تنها یک فازش امریکا عبور کرده حال وارد فاز بعدی شده فاز اولیش استقرار امریکا در افغانستان بود و ما با این قسمت هم موافق نیستیم که امریکا ای وطن ترک میکنه امریکا بله بدون شرط پس با از دست دادن پاکستان امریکا به دنبال چی است امریکا او پاکستان از دست نداد امریکا پاکستان چون ماموریت پاکستان برای امریکا تکمیل شد امریکا مرخص کرد پاکستان جای از او را هند پر کرد برای برنامه هایی که امریکا از این در اختیار داره او از قدرت و توان همراهی پاکستان بسیار زیاد بالا است حال اگر الفاظ دیپلماتیک هم باشه در برابر رسانه ها خواستن کمک و نیاز جدی به پاکستان استفاده از است چنین الفاظ از طرف دیپلمات های امریکا و مقام های امریکایی به معنای چی است من ناگزیر یک کمی دیگه هم بگویم پیشتر عرض کردم که نهادهای استخباراتی منطقه و جهان در طول این مدت بحران در افغانستان بر سطوح مختلف و به آدرس های مختلف نفوذ کردند حتی برای نکتای پوشا حتی برای لنگی پوش های وطن یعنی می‌خوایم بگویم که در هر کرکتر اینا رساندن خودشانه در همه نهادهای های استخباراتی منطقه و جهان ای که هر دلیل بوده حالی با اوش نمی برای ای که این بس ممکن است یک بس پروفشنل باشه و نیاز به وقت داره آیس های نسبت به کاجیبی، نسبت به سیایی، نسبت به شبکه استخبارات ایران، نسبت به هر شبکه دیگه برگ برنده در اختیارش قرار گرفت ای که بخت با او یاری کرد یا هر دلیل دیگه که داشت من برای تان میگم که پاکستان هنوز مسلط است در این جغرافیا وقتی صدرازم پاکستان لستی را ترتیب میکنه که این آقا ای کاره باشه ای دیگر نیاز به تبصره و نیاز به تعریف نداره وقتی پاکستان میتونه انسانی را در اینجا بفرسته که این انسان عامل قتل و کشتار صد آدم دیگه دو صد آدم دیگه شد معنیش این است که این تسلط داره و امریکا گپ پا میدانه متاسفانه اینجا مشکل ما با دولت مردا با حکام خود ما است اینا گیچ هستن اونا میدانن یقینا امریکا برای پاکستان فقط یک هوشدار داده که تو دیگه مزایمت در افغانستان مزایمت کم بکو برای که ما وارد مرحله دیگه جغرافی دیگه مورد نظر ما اینجا ایران است اینجا چین است دیگه ما را به افغانستان تو مصروف نساز آرام در جایت بشی اگر نه همه اسناد و مدارکت که تو را به مسابه جنایتکار در قرن 21 معرفی میکنه با اسامه بن لادن اینه یعنی در اختیار ما است تشکر آقای هاشمی حال تعریف شما از سیاست امریکا در منطقه چی ببینید من خواهم یکم بحث باز کنم شاید من بحثم توریک باشه امیدوارم قصه باشه ببینید وقتی که یک کشور بعد از 1990 تعریف میشه به عنوان تک ابر قدرت در سطح نظام بین الملل از لحاظ اقتصادی هم بزرگترین قدرت است ما در حدود بیش از 35 هزار میلیارد در سال تولید ثروت داریم که 13 هزار میلیارد از این ثروت در واقع در ایالات متحده آمریکا تولید میشه این سطح از ثروت در واقع زمان امکان پذیر است که تولید بشه در کل جهان شما در واقع منافعتان تامین کنید در چنین سیستم هرگاه ناامنی باعث مختل شدن تولید چنین ثروتی بشه شما باید امنیت ایجاد کنید بی مفهوم که هر زمان اقتصاد شما جهانی شد که در سطح جهان عمل کنه امنیت شما جهانی میشه و در سطح جهان باید چنین امنیت رو ایجاد کنه اگر ما فرض بگیریم که در واقع تمام 11 سپتامبر توته بوده که غربیا انجام دادن به این مفهوم است که اینا وارد افغانستان بشن تا بر کشورهای مثل چین، روسیه، ایران تسلط دیشن باشن حتی بعضیا نام هند را اضافه میکردن در چنین تفکری ما میخوایم هر سی سه کشور رد کنم اگر بس... با چنین یک تحلیل شما موافق نه 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 من با چنین برد. تحلیل موافق نیستم چون بارهای ایشون رو میخوام رد کنم اگر رقابت چین با ایالات متحده رو آمریکا رو ما در نظر بگیریم رقابت چین با آمریکا یک رقابت اقتصادی است یک رقابت امنیتی نظامی نیست چون حال ما در دوران جنگ سرد نیستیم پس نتیجتا منافع مشترکی میتش گفت ما بین چین و آمریکا در مبارزه با تروریسم وجود داره چون چینیا از افراط در سینکیانگ هراس دارند پس منافع چینیا در با حضور آمریکا در افغانستان تامین میشه در مورد روسیه باز هم ما دوران جنگ سرد طی نمی‌کنیم ما در یک فضای دیگری هستیم که روسیه نیازمند همکاری اقتصادی با غرب هست هرچند در بعضی موارد با غرب اختلاف داره و در عین حال در چچن روزها از افراد که در افغانستان بود رنج می بردن و منافع روسیه توسط آمریکا یا در افغانستان تامین میشه و حتی فعالیت های هر در تاجیکستان بله بله روس ها موافق در واقع ابتدا شاید موافق آمدن آمریکا نبودند ولی حال از خروجشان هم چندان رضایت ندارد در مورد ایران ایران اگر شما به تمام همسایهش نگاه کنین از آذربایجان، ترکیه، عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس در تمامی کشورهای ایالات متحده آمریکا حضور داره به نحوه یا پایگاه داره حتی در ترکیه اسرائیل در انجلیک پایگاه انجلیک میدان هوایی دارد مختص به خودش پس نتیجتا افغانستان آنقدر اهمیت نداره در اینجی که به خاطر ایران آمریکای خواسته باشن چنین هزینه ای پرداخت کنند من میخوایم بگم که در واقع بره غربیا او چیزی که اهمیت داشته در ده سال گذشته ای بوده که افرادگرایی که در 11 هم سپتامبر رو در خاک خودشان تهدید کرد به نحو کنترل بشه این کنترل ای کنترل این کنترل یا شما افکار افغان ها رو نمیشناسه میخواین دموکراسی رو وارد افغانستان بکنین که با شکست مواجه میشه این کنترل میتونه از طریق همسایگان و کشورهایی باشه که در افغانستان نفوذ سنتی دارند هر کدوم از این راه که بتونه منافع غرب تامین کنه آمریکا یا با او همراهی می‌کنن در این فرایند ممکنه ایالات متحده آمریکا با چالش‌های مواجه بشه مثل مرگ بن لادن در ابی اسلام آباد پاکستان چنین اتفاقی ممکنه بیفته اما او تغییر کلی ما شاهد نخواهیم تشکر بود تشکر آقای هاشمی آقای بیژن اگر خلاص خلاصه و یا کوتاه نظرتون رو داشته باشین وقت ما بسیار کم است ما بازم تاکید میکنم همه برنامه ها پیوند بسیار مستقیم داره با اهداف استراتژیک زمان جنگ سرد شما یک نکته در تاریخ ای که سالهای بین 55 1955 بین 1955 و 60 زمانی که رئیس جمهور او زمان امریکا وارد افغانستان شد و به دولت وقت 600 میلیون دلار کمک کرد همین که او آدم افغانستان را ترک کرد روس ها داخل شدند و کمک یک میلیارد دلاری را تحویل دادند به دولت افغانستان در او زمان این جغرافیا در بین دو قدرتی که در جنگ سرد رقیب بود تقسیم شده هیچ و خزیات نبرین این اهداف و این برنامه ها در یک روز تولید نمیشه این اهداف فقط و فقط ادامه اونمو زمانی است که ما در وضعیت های گوناگون قرار میگیریم اما متاسفانه در افغانستان چون فکری که از بستر ملی برخواسته باشه در اینجا زور نکرده هر فکر متاسفانه در این دو اوزه قرار گرفت و آمی منافع امی دو عوضه شد اگر ای طرف بود یا ای طرف بود هر دوش و فکر میلی جایش خالی مانده و متاسفانه امروز هم خالی است در تشکر آن. با تشکر از آقای فردین هاشمی و آقای بشیر بیژن از اینکه با ما در بحث شرکت کردن همچنان شما میتونین برنامه ما را در وبسایت سایت دات کام نیز ببینید از اینکه بیننده بحث ما بودین سپاسگزار هستم